سلام دوستان، امروز طرز تهیه کیک توت فرنگی بهاره داریم که کیک بی نهایت خوشمزه‌ای هستش. امیدوارم که این کیک رو درست کنید و در کنار خانواده از خوردن این کیک خوشمزه لذت ببرید. یک قالب لوف 22 در 11 سانتی متر رو کف و دیوارش رو چرخ کنید و یک کاغذ روغنی مثل فیلم در داخل این قالب بیاندازید. میتونید از قالب کمربندی 22 تا 23 سانتی متر هم استفاده کنید. توت فرنگی ها رو بشورید. برگای توت فرنگی رو بگیرید، با چاقو ببرید و از وسط نصف کنید و اینکه چهار قسمت کنید. تخم مرغ رو در یک کاسه همزن بشکنید. وانیل شکری یا هر وانیل دیگری به اون اضافه کنید. شکر رو بهش اضافه کنید. با سرعت متوسط همزن در حد مواد رو بزنید که تخم مرغ رنگش عوض شه یا حالت کرم رنگ بگیره. اونقدر میزنید تخم مرغ رو که بعد اینکه به حالت کرم رنگ در اومد و رنگش به سفیدی رفت، تخم مرغ حجم میگیرم. این موقع همزن رو خاموش میکنید و ماست ساده رو بهش اضافه میکنید. بعد روغن مایه رو بهش اضافه میکنید. و باز با سرعت متوسط همزن در حد مواد رو میزنیم که روغن مایع و ماست با مواد مخلوط بشن. بعد آرد شیرینی پذیره بهش اضافه میکنیم. بعد بیکینگ پودر رو بهش اضافه میکنیم و روی مواد علکش میکنیم. موقع هم زدن مواد از لیسک استفاده کنید و مواد رو به صورت دورانی با مایه زده شده مخلوط کنید و میتونید از همزن هم استفاده کنید. اگر دوست داشتید در آخر یک کمی گلاب هم میتوانید به این مایه کیک اضافه کنید. نصف مایه کیک رو در داخل قالب آماده شده بریزید. بعد مقداری از توت فرنگی خرد شده رو روی مایه کیک بریزید. بعد مابقیه مایه کیک رو بریزید و مقداری از توت فرنگی ها رو باقی مانده توت فرنگی روی مایه کیک بریزید و مقداری خلال بادوم یا پرک بادوم روی مایه کیک بریزید تو آبی کیک و در فر گرم شده بذارید کامل بپزه. بعد از فر که در آورد مدت 5 دقیقه بذارید روی توری با خود قالب خنک بشه. بعد کیک رو آزاد کنید و بذارید
کامل کیک خنک بشه. بود 2 تا 3 ساعت باید بذارید خنک بشه برای اینکه تشخیص بدید که کیک شما کامل پخته یا نه. یه سیخ چوبی داخل کیک فرو کنید ببینید مایه لزج یا چسبنده از کیک اگر روی اون سیخ نبود کیک شما کامل پخته شده است. میشه جان.